ما آخر مطلبی رو که گفتیم چی بود؟ بفرما خودم یادم، ما میخوام ببینم شما هم یادتونه یا نه. در آفرینش مادی بود، درسته؟ و در آفرینش مادی از آسمان شروع کردم، یادتونه. اصرار کردم که این ترتیب یادتون بمونه، اینم یادتونه؟ بهتون گفتم آسمان هست، آب هست، زمین هست، گیاه هست، جانور هست و انسان. و بازم بهتون گفتم که هر کدوم اینا پیش نیاز اون یکی هست، اینم بارتون. باز بهتون گفتم که معمولا آسمان چون یه حالت مرموزی داره و دورتره، در همه جا خدایان خدایان آسمون هم. ولی اگر وارده، یعنی یک همه کس در رأس معمولا آسمون قرار میگیره، اما در همه چیزها اسطوره ها وقتی که از کاوس میایم بیرون، راجع به کاوس که بهتون گفتم یعنی چی، کاوس یعنی آشفتگی اولیه، یعنی دنیا آشفته 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 هست تا وقتی که برسه به نظم، وقتی نظم شد یعنی آفرینش. تا وقتی که کاوس میگن، شاوس میگن، بستگی داره که تلفظ انگلیسی آلمانی فرمان، معمولا تلفظ فرانسوی به کار برم، متوجه هستید یعنی اینو میگن، یعنی از اونجا شروع میشود آفرینش. در همه جای دنیا اینه، آفرینش با نظم شروع میشه. یعنی مثلا شما تو بین النهرین مصر هر جای برین یه دوره آشفتگی هست و بعد نظم. منتها همیشه غالبا اینجور که آدم میبینه با آب شروع میشه، یادتونه؟ اینم بهتون گفتم، یا گفتم یا نگفتم، با آب شروع میشه. آب اونم دلیل اینه که خب از نظر علمی هم همتون میدونید که آفرینش اول آبه، درسته؟ آب رسوب میده و بعد رسوب ها تبدیل به زمین میشه. این دیگه علم و اسطوره در علم و اسطوره در کنار هم قرار میگیرن. البته من از اونا نیستم همیشه برای اسطوره ها چیز دلیل علمی بیارم، یک کم بسه الان برای خانم فریال گفتم بیماری میشه اگر آدم بخواد برای همه اینا یه دونه چیز پیدا کنه، ولی کلا دنیا معمولا با آب شروع میشه. اینجا منتها ما آسمون رو اول تر آوردیم چون اون حالت مرموزی آسمان رو خواستیم بدیم و بعد وارد آب میشیم، یعنی آب رو پیش از زمین گرفتیم که این خودش مهمه. یعنی آب هست که زمین رو تشکیل میده. شاید به این دلیل ما آسمون رو اول گذاشتیم که از دیدی آسمان آب تولید میکنه، یعنی بارش، بارش باران هست. شاید به این دلیل گفتم شاید. مثل این که هفته پیش آسمان رو براتون گفتم که پهناور و چی یادتونه، اصلا توش تاریکی نیست، همش روشنه، هیچ کار دیگه نداره. بعد و معمولا گفتم بهتون که مثل یک سفیده تخم مرغ در نظر گرفتن که زمین وسطش زرده تخم مرغ، که حالا باز ما بخوایم از اون اداها دراریم میتونیم بگیم علمیه، چون که به هر حال گفتن که معمولا چیز به صورت بیضی هست و زمین وسطشه. حالا اینم میذاریم یه ذره به حساب از این حرف. بعد و آسمان رو همیشه جنگ جو فرض کردن و اینکه در پایان جهان هم اونه که جلوی چیز میسته اهریمن و نمیذاره بره. دلیلش هم الان براتون خواهم گفت که برای اهریمن بدترین مجازات اینه که بمونه تو جایی که زندگی هست، متوجه هستین؟ یعنی اون با مرگ تو هم و از این که ببینه زندگی ادامه داره بسیار ناراحته و جلو این کار رو آسمان خواهد گرفت. آسمان دژه، مثل یک دژه، و از یک سوراخی که خودش میگه در زیر آسمان اهریمن خواهد اومد. هنوز به اومدن اهریمن نرسیدم، ولی منظورم اینه که به همین دلیل جنگجو اصلا فرض شده. حالا آب چیه؟ همه یه چیزهایی رو که بازم همش بهتون میگم، من هرچی که بخوام براتون رفرنسشو میدم، از خودم هیچ کدوم اینها رو ننوشتم. آب یه قطره است. حالا قطره شما خیال میکنی یه قطره، ذهن اساطیری میتونه قطره رو به اندازه تمام آبهای جهان ببینه، متوجه هستی؟ قطره در این زیاد قطره چکان باشه. خب آب خوب چیه؟ آب اونه که صاف باشه، بیتم باشه، شور نباشه، زلال باشه، همون چیزایی که شما در
آبان یعش یعنی راجب آناهیتا ما براتون گفتیم که پرزور بود و اینا. و به عبارتی در روایات پهلوی آمده است که اهورامزدا این رو از اشک چشم خودش آفرید. اینم خیلی قشنگه، یعنی کل آب در حقیقت یه نوع اشک چشم. حالا اشک خوبه یا بده دیگه، ما اشک شادی رو در نظر میگیریم. بعد و با یاری آب هست که بعد باران میاد، ابر میاد و اینا. اینش جالبه، باز از روایت پهلوی نقل میکنم که آب رو سه گونه جلوه میده: درون زمین، روی زمین، در هوا. رطوبت هم اینطوره دیگه، شما در هوا دارید آبهای زمینی رو دارید و آبهای زیر زمینی رو. حالا اینم دقیقا به همین صورت در روایت پهلوی اومد. پس آبم اینا همه چی هن؟ اسمش یادتون هست، بهتون گفتم پیش نمونه یا پروتوتایپ. یادتونه گفتم میگن آفریده نخستین، ولی من عقیده دارم نه، اینا آفریده نخستین نباید بهش بگیم، بلکه اینا پروتوتایپ هن، یعنی پیش نمونه هن. یا به عبارت دیگر نمونه نخستین هن. این بعد حالا بیایم به زمین. بعد از اینکه آبه از در روی زمین، در روی آب در حقیقت زمین تولید میشه، زمین رو چجوری فرض میکنه؟ خب باز بگیم از گالیل از ما یاد گرفته، به هر حال زمین گرده، همواره، بدون پستی و بلندیه، چون زمینی آرمانیه که پستی و بلندی نداشته باشه، صاف باشه، هموار باشه، در یه جاهای سخت باشه، در یه جاهای نرم باشه، همش آرمانیه. یعنی تمام این پیش نمونه ها یا نمونه های نخستین پیش چیزن، آرمانی هن. یعنی اون چه که شما دلتون میخواد آب اینطور باشه، زمین اینطور باشه، آسمان اینطور باشه. بعد پیش نمونه گیاه، یه گیاهه، یه شاخه، بازم نه یه دونه شاخه کوچک، باید ذهنتون اساطیری باشه. یه شاخه رو فرض کنید که در برگیرنده همه گیاهان عالمه، نمونه است ولی میتونه همه گیاهان عالم رو در نظر بگیره. ببینید گاهی تصورش مثلا خب میگه دستاتیری، هیچ وقت فکر کردید مثلا من خودم اخیرا اصلا کلا اگر من این رشته نمیومدم حتما میرفتم ژنتیک بخونم، چون خیلی علم شیرینیه. مثلا شما میگن این ژنشو داره، درسته؟ شما چطور میتونید تصور کنید در یک چیزی که حتی با چشم بدون سلاح دیده نمیشه فشار خون طرف باشه، چربیه، میفهمین چی میگن؟ که ما تو ژنمون اصلا فشار خونی هستیم، ما تو ژنمون چربیه، نمیدونم شنیدید دیگه، این ژنش اصلا باهوش. حالا اون ژن چیز رو بذارین کنار که خیلی ماده روزه چی بود اسمش یادم رفت، ژن حالا ژن برتر بذارین کنار، ولی کلا در... یعنی هیچ وقت فکر کردید؟ من خیلی به این موضوع فکر کردم. خب در اگه اینو فکر کنید میتونید دقیقا تجسم کنید که وقتی من میگم یک شاخه گیاه در برگیرنده همه نمونه های گیاهی، خیلی راحت قابل فرضه. یعنی واقعا برای من سوال برانگیزه ها، چطور میتونه یک ژن همه چیز رو داشته باشه، برتر حالا نباشه ولی همه چیز رو داشته باشه؟ دقت میکنید؟ یعنی یکی از جالبترین رشته های علمی که اگه البته خوب بخونن و خوب درس بدن، نمیدونم، مسئله ژنتیکه. همینو من داشتم باز دیشب یه مرور، من همیشه هر درسی رو باید بدم حتی اگر هزارمین بار باشه باز یه مرور میکنم، باز یه دفعه یاد این افتادم، گفتم من که به بچه ها میگم یک شاخه در برگیرنده همه، ممکن تو ذهنشون بهت مگه میشه؟ بهترین مثال که میتونم براش بیارم مسئله این ژنیست که این دقیقا اولین باری که تو کلاسم این حرفو میزنم، اینو تا حالا نگفته بودم. خب بعد پیش نمونه گیاه مزه گفتم، پیش بعدش چی بود؟ حیوان بود دیگه، جانوران مفید بود. این به صورت یک گاو خواهد بود، یک گاو ایوکداد یا یکتا آفریده، یکی آفریده. این خب ببینید همه چی تجسمیه، هنوز نشده، هیچ کدوم اینها هنوز فعل نشدن، همه بالقوه، درسته؟ در اون بالقوه‌ای که قراره وجود داشته باشه، من برای شما یا گفتم یا نگفتم،
یک زمینی فرض شدیم، هفت کشور. راجع به هفت کشور حرف زدم؟ نه. که یک زمینی خواهد بود بعد از این، حالا خواهم گفت کی تشکیل میشه، حالا بهتر جلوتر نرم. تو اون زمین موعودی که ما چون خودخواه هستیم، سرزمین ماست ایران، بچه یک رودخانه‌ای هست، خواهد بود، بالقوه هست، اسمش رودخانه دیتیه، که هم کوه دیتی داریم هم رودخانه دیتی داریم. در طرف راست اون این حیوان به وجود خواهد آمد، گاو ایوکداد یا یکتا آفریده، که نمونه هست برای حیوان چهارپایان مفید. این چجوریه؟ این سفید روشن، بالاش و اندازه سنای، یعنی یه چیز تجسمی، و اورمزد این رو آفریده است برای اینکه این به آب و گیاه یاری برسونه. ولی در حقیقت گفتم چی؟ طبقه طبقه است. باید گیاهی باشه تا جانوری اون رو بخوره. میفهمید چی دارم میگم؟ آبی باید باشد تا زمینی باشه، زمینی باید باشد تا گیاهی برویه، گیاهی باید باشد تا جانوری اون را بخوره، و بعد همه اینها در خدمت انسان خواهم بود. روشن شد؟ یعنی تجسمی که داده میشه شما میگین همینو تجسمی خیلی زیبان به نظره. اما در مورد انسان که کیومرثه، یعیمرثه، یعنی اولین پیشنمونه است برای انسان، یعنی آدم، اسمش خواهد شد کیومرثه، که بعدم تو شاهنامه کیومرث خواهد شد، ولی در اینجا یعیمرثه است. یعیه یعنی جان، با کلمه جان هم ریشه است. مرتع یعنی میرا، چون تا الان هیچی نمیمیره، هنوز قرار خدایان که نمیمیرن و انسان نمونه است از خدایان، اولین نمونه است که خواهد مرد. انسان میراست، اولین میرا داره دنیا میاد، یعنی به وجود میاد دنیا کرد، و این کیومرثه، گیمرد است. اینجاش جالبه، این تجسمی هست که من همیشه اسمش هم هست، بعضی ها میگن گیمرثه یعنی زنده میرا، میفهمی؟ زندهی که میراست، در که خدایان زندهی هستن که همیشه هستن، میرا نخواهند بود. توصیفی که داده میشود در بندهش، در جاهای دیگه میگه خورشید مثل درخشانه، مثل خورشید، همیشه کیومرث با خورشید ارتباط خواهد داشت، گاو با ماه، در جامعه شبانی همیشه گاو با ماه ارتباط داره. اینم مثل اینکه یا گفتم نمیدونم یا نگفتم بهتون. برای اگر در کنار راست رودخانه دیتی که قراره باشه کیومرث گاو به وجود خواهد اومد، در طرف چپش کیومرث به وجود خواهد اومد. توصیفی که از این داده میشه بسیار جالبه. اینجا من یه چیز رو خواهم گفت که شاید دهمین بار صدون بارشون، هر وقت تو کلاسام اخیراً به این موضوع میرسم این خاطره رو خواهم کن. این من همیشه میخوندم که بالاش به اندازه چهار نای است و پهنایش به اندازه بالایش، یعنی یک چهار گوش. و مدت ها من فکر میکردم چرا باید این چهار گوش باشه. متوجه هستید؟ یعنی برای خودم عجیب بود که انسان چرا باید چهار گوش باشه. ترجمه میکنید؟ ببخشید اگر یه خاطره باز شخصی رو خدمتتون میگم، برای اینکه واقعا مثل فیثاغورس گفتم یافتم، برای اینکه واقعا این ذهنمو میخورد. حتی خیلی سالها پیش، 30 سال پیش، 20 سال پیش، یکی از بچهای دانشگاه هنری رساله گرفته، تصویرش با یه خانم نقاش بود و چی میگن علمیش با من بود، و ما می‌خواستیم بگیم چرا این می‌خواست کیومرث رو چهارگوش بکنه، نمی‌دونست چیکار کنه، آخرش تصمیم گرفت اینو خابیده بکنه، یعنی اینجوری تا بتونه مثلا این مطلب رو تصویری کنه. ولی در مورد این، من یه دفعه همینجور تو این سفرات فرانسه رفته بودم، یعنی که از این دیرها، اونجایی که زاهدا زندگی می‌کنن، چی میگن بهش؟ دیر میگن دیگه، یا صومعه. رفته بودم صومعه، مال قرون تقریبا وسطا بود که آدم زاهد ها خیلی زندگی سختی برای خودشون میکردن و معمولا جاهایی داشتن که آدم واردش میشد سرد بود، سرد نه اینکه یخ کنه ها،
محیط یه محیطه دیدید بعضی جاها سرده، آدم اون زهد شدید اینها رو انگار احساس میکرد. بعد داشت اون کسی که بود میگفت مثلا اینجا اینا خودشون میکاشتن، خودشون میخوردن، از گندمی که خودشون به دست میابردن در حقیقت تغذیه میکردن، از خودشون مثلا پنبه میکاشتن، کرباس، داشت اینا رو. بعد ما رو برد به خوابگاهشون، گفت میبینید این آدما هر کدومشون فقط به اندازه یک چهار گوش جا داشتن. یه دفعه من گفتم چرا برای هر آدمی به اندازه چهار گوش، یعنی یک مربع؟ گفت هر کدوم اینا یک مربع داشتن. و گفت بله. و بعد من یک دفعه یادم افتاد که ما مربعیم. میدونین چرا؟ باز این نمایشو من هر دفعه تو کلاسام دادم. ببینید وقتی شما وای میسید دستاتون اینجوری میکنید، شما یه مربع، شما یک فضای چهار گوش لازم دارید. شما این فضا نیست که شما دارید. توجه میکنید چی دارم میگم؟ یعنی فضایی که یک انسان گیومت میگیره یک فضای چهار گوش. و از اونجا به بعد دیگه کارمو ادامه دادم و رسیدم به این انسان داوینچی. انسان داوینچی در حقیقت نگاه کنید اینه. و بعد دیدم که قبل از من خیلی رسیده بودم و ما بی سواد بودیم. متوجه هستید؟ یعنی اون آدم ویتروسی که اصلش اینه دیگه، میدونید، میشناسید اینها رو، اونه که کمی با هنر سر و کار داشته باشن احتمالا این تصویر رو میشناسن، که خیلی هم دیگه نمیخوام الان راجع به این بشینم که عقیده دارند که اینو البته که از یونانی گفته که این دنیای معنویه و این دنیای مادیه انسانه. یعنی وقتی که شما این انسان یه دایره است و در این حال یه چهار گوشه. دیدید دیگه احتمالاً این رو هر چرش کنه تو چیز دقیقا میاد. اینو بچه ها بر من در آوردن، یعنی وقتی من گفتم و بعد همه میگن که حالا دیگه نمیخوام اینا رو بگم چون واقعا جالبه که اندازه ها چیه. یعنی اندازه های انسان نمیدونم از اینجا تا نافش، به اندازه از نافش تا پاش و خیلی، یعنی واقعا خوندنیه. و من اونجا بود که شدم فیثاغورس، گفتم یافتم. یعنی واقعا برام تصویر روشن شد که نمیخوام بگم اجداد ما خیلی باسواد بودن، ولی به هر حال حتما یه همچین تصور چهار گوشی در ذهنشون بود. نمیدونم مجاب شدید حرف با حرف من یا نشدید. بله یعنی در حقیقت انسان همینه دیگه. من چرا بگم داوینچی گفته است که متوجه هستید؟ یعنی در حقیقت چهار گوشی. و اینه که حالا این گفتم این خاطره رو من نشده که اسطوره رو برسم به انسان و این خاطره رو تعریف نکنم. به هر حال نای یک نوع چیزه، برابر ده پاست. هر نای بعد یک انداز است. نیزه میگن دیگه، مثلا چهار نیزه بود، قدش چهار نیزه بود. یعنی اندازه گیری ها، ببینید حالا باز منو کشیدید به حرف دیگه، اندازه گیری های قدیم همش با یک چیزهای مخصوص بود. میگفتن عدس، به اندازه یه عدسه، به اندازه یک نخوده، به اندازه یک آرنجه، به اندازه یک وجبه. یعنی همش باید چیزهای محسوس باشه. نای هم نیزت به یک نوع انداز است. خب پول پیکر بوده جان؟ پول پیکر بوده کی اومد با این عبادی که گفتش؟ خب طبعا قول منطقه یه زر چیز منفی داره، من به کار نمیبرم کشون کیمت بله عبادش بزرگ دیگه. حالا ما دیگه کاش نداریم دیگه، همینقدر گفتم بهتون. بله به همین جهت گیومرد رو بهش و این اولین انسانه، اولین انسانیست که خیلی مورد قبول چیزای مطالب زردشتی خواهد بود، انسان کامله و برای یاری و کمک به آفریدگار خلق میشه. چون آمده است و کمک خواهد کرد به آفرینش که الان صحبتشو میکنم، مرد احلب نامیده میشه. احلب یعنی مقدس، همونیست که اشو شده است، یعنی گونه از واژه اشو است. اشو شمالی احلب باید. معمولا میگن اشو زردشت، به جای حضرت زردشت میگن اشو زردشت، یعنی مثل سنت انگلیسی یا سن فرانسه است، یعنی به همین حالته.
معمولا پس 6 پیشنمونه اصلی هست که حتما 6 تاش اصیل تره، قدیمی تره، برای اینکه ما 6 گاهان باری رو که سالگرد آفرینش اینها هست، نمیدونم تو اون کتاب دادم براتون، اون کتاب کوچیکه سال ها اینو راجب که هر کدوم اینها در 6 نوبت آفریده شدن. اون هفته پیش گفتم براتون 6 نوبت رو، در 6 نوبت چرا گفتم آفرید، این 6 تا چیز رو اهورامزدا در 6 نوبت آفریده. عدد 6 مثلا میگن در یهودیت دنیا رو در خداوند در 6 روز آفرید، روز هفتم استراحت کرد. خون در کتاب مقدس اینجوری هست دیگه، گوش کردین؟ من فکر کردم اینو گفتم، گفتم اینا رو براتون. بله به هر حال هر کدوم اینها، یعنی آفرینش هر کدوم از اینها در این 6 در 12 ماهی که ما داریم در یک قسمت قرار گرفته که فکر کنم تو اون کتاب کوچیکم دادم زیرش که تاریخ‌هاش چی هستن. مال مثلا مال آسمون در اردیبهشت ماه، مدیوش هم بعد اون یکی در بین تابستونه، یعنی هر کدوم اینا هست. اگر من اینا رو بگم دادم اون زیر نه؟ بله اینو بگم وقتتون گرفته میشه، ولی به هر حال اصطلاحاً میگن در 6 گاه و اینها رو بهش میگن گاهان بار، جشنهایی که بابت سالگرد هر کدوم از این آفرینش ها گرفته میشه، یک جشنه، جشن آسمان، جشن آب، جشن، و اینها در مجموع گاهان بارها نامیده میشن در، ولی تفاوت ها فاصله ها نامنظمه، نه اینکه مثلا درست تقسیم بشین بگین سه ماه سه ماه سه ماه مثل فصل ها. کلن یادم یاد انگار اینم گفتم براتون که فصل به اون معنی گفتم اینو بهتون نبوده، ولی فصل های متعدد داشت، چون نمیخوام دیگه حرفای ارکی گفتم و تکرار کنم. جا گاه، گاه یعنی زمان، گاهان بار، بار یعنی جشنی که در دوران گاهان گرفته میشه. خب دیگه لازم نیست اینقدر گفتن که شما میدونید که هر کار ما در باستانی دوران باستان با جشنم راه بوده، با یعنی یزش یا نیایش کردن یک نوع جشن بوده، به همین دلیل گاهان بارها نوعی جشنهای ششگانه سالیانه هستن. جشنهای ششگانه سالیانه رو بهش میگن گاهان بارها. الان هم ظاهرن زردشتی ها اجرا میکنن. اسمش تو اون کتاب هست دیگه، اجازه بدید من نگم چون فایده براتون نداره تکرار اینها. خب پس 6 تا، چون 6 تا گاهان بار داریم پس اصالت با 6 تا پیشنمون است. بعد ها به دلیل ارزشی که کلن آتش برای ایرانیان باستان داشته، ششمی رو هفتمی رو هم بهش اضافه کردن، یعنی به جای 6 پیش نمونه بعضی ها 7 رو هم آوردن، مثلا در بندهشت فصل 3 بند 7ش. ولی این اصیل نیست. دلیلش هم شاید این باشه که آتش مصنوعه، در حالی که اون یکی ها مصنوع نیستن. میفهمید چی دارم میگم؟ آسمان، آب، زمین مصنوع، البته سانه خداوند است، اونو بذارید کنار، ولی آتش روش انسان میسازه. در مسئله آتش براتون اگر یادتون باشه توضیح دادم، گفتم تفاوتی که انسان را با حیوان از هم جدا میکنه، یادتون صحبتی نکردم؟ پس به این دلیل ما معمولا برای آتش رو جز به پیشنمونه ها نمیاریم، ولی ظاهرم در به دلیل گفتم عبادت خاصی که نسبت به آتش انجام میگیره برای این صحبت. اینا همش آفرینش های گیتی هست، چیز چی میگن؟ بله مادی هستن، ولی هنوز نشدن ها، ولی قراره بشن، درسته؟ اما اهریمن براش اصلا آفرینش گیتی منظور نشده و قائل نشدم. خب حتما الان همتون اعتراض میکنید که پس این چیزهای بد چیه در دنیا که بعدم به وجود خواهد. این اهریمن مطابق گفته اینا ها، من نه دفاع میکنم نه هیچی، میگم اینطور میگویند، اینطور استدلال میکنند که اهریمن از نظر مینوی داخل میشه و اونها رو بد میکنه. متوجه هستید؟ همونطور که ما که بد هستیم اگر بتونیم آدم بدی میشیم،
یه دفعه بهتون گفتم در وجود ما هم سپنتمینیو هست هم انگرمینیو. یادتونه گفتم ما در درونمون دو تا چیز هستیم. اگر نیروی اهریمنی غلبه کنه ما میتونیم آدم بدی بشیم. مثلا اگر یه چیز بدی هست این خودش ذاتاً میتونه بد نباشه، بلکه این تأثیر در حقیقت نیروهای اهریمنی اون موجود رو تبدیل میکند به یک موجود زیانکار. روشن شد براتون؟ حالا به من ربطی نداره، این استدلال بعضی اثنایی متوجه شدی؟ خب بعد الان از این به بعد ما هستن چرا آفریده شدن اینا که ما هم جز بشه. یادتون یه بارم گفتم من ملک بودم و فردوس بر این جایم. در حقیقت همه ما آفریده شده ایم، یعنی ما، من وقتی میگم خودمون، گیاه، زمین، آسمان، آب، همه، فقط برای اینه که در نبرد با بدی خوبی پیروز بشه. یعنی ما هر کدومون یک وظیفه داریم. از این جهت است که وظیفه که اسمش خیشکاری هست، بله، این هر کدومون که به جا می آوریم خیشکاری خودمون رو، به نحوی در محو کردن بدی سهیم هستیم. روشنه براتون؟ نه؟ بعضی قیافه ها میگه نه، نه متوجه نشدن. نفهمیدین چی گفتم؟ خب بله، نه فرقی نمی کنه. البته خب یه وقتی حالا برسم به جاش بهتون خواهم گفت. خیشکاری رو با فر چیزی داشتن مترادف میگیرند. یعنی در پهلوی وقتی میاد خیشکاری، بعد میاد فر میاد، بعد جلوش میاد خیشکاری. خیشکاری یعنی انجام داد. میگه هیچ فرقی نمیکنه. برزگری که خوب میکاره، آموزگاری که خوب درس میده، گوش میکنین، یا چوپانی که خوب چوپانی میکند، همه اینا صاحب فرن. درست همونطور که یک شاه که کشورش رو خوب اداره کنه. هر کس در نوبه خودش و هر حال بزرگ و کوچکی نداره، داره به رفع بدی در این جنگ نیکی با بدی داره شرکت میکنه. بله دیگه، شما نشدین که بد شدین؟ جا؟ چی گفتی؟ خب عزیزم پس به حرف من گوش نکردی. من گفتم در درون ما هم انگرمینیو هست هم سپندمینیو. مواظب باشیم که اون یک واژه وظیفه اصلیمون اینه که طرف سپندمینیو رو بگیریم دیگه در خودمون. خب حالا ما این همه چی گوری نه نزاشت جا ببینین خانم، مسئله همینه. یه دفعه براتون گفتم، شاید نمیدونم، مثلا من اینقدر جای مختلف حرف میزنم نمیدونم چه حرفی رو کجا زدم، ولی حرفیست که همیشه میزنم. معمولا پایش بر اختیاره، در میگه که بر اینکه اهریمن راه بد رو برگزید و مثلا، ولی در یه جاهایی این دوتا به هم میخورن. یادمه براتون سر زربان گفتم اینه که یه آدم پاسخی نداره. خب ما الان این دورمون کدوم دوره بود؟ سه هزاره دوم بود. اونجایی که گوشورون میاد اعتراض میکنه به مزدا که میگه من چرا آفریدی، اون همون این گاوه، همین گاوه در همین نه در این موضوع هست. میگه تو وقت الان هنوز نشده تا بگم گوشورون چرا اعتراض میکنه، وقتی که این کشته میشه اعتراض میکنه. آها، بعد از مرگ گاویه. پس اون روان این بوده، روان همین گاوه. گوشورون گاوشا اوربن، اوربن یعنی روان، یوشم یعنی گاو. البته وقتی میگیم گاو، یه دفعه دیگه هم بهتون گفتم در گاهان گاوشتشه که میگن، یعنی اصلا نماد دنیای گیتی، نماد مادی بیشتر است. جا؟
نه اصلا این دوتا دو مقوله جدا. ولی اگه میخواهید این گاف ها رو بدونید که کدومشون کجا هستن، در کتاب نخستین انسان نخستین شهریار، تو همه کتاب هست که کار ترجمه من تفضلی هست، اونجا یه مبحث خیلی خوبی داره فقط راجع به گاو، که گاو میترا چیه، گاو وکدات چیه، اون یکی گاوا چیان، گاوهای حتی مثلا کشورهای دیگر رو هم میاره. خب پس در این الان در سه‌زاره دوم هستیم. اهریمن به خواب رفته، چون اون به خواب رفته است پیروانش هم کار مثبتی نمیتونن انجام بدن، از این مورد استفاده شده است. اینها با هم یعنی اهریمن و اهورامزدا در جنگند، ولی فعلا حریف در خوابه و از این موقعیت ما استفاده کرده است اهورامزدا برای به وجود آوردن پیش نمونه ها. ولی بهتون گفتم تصوریه، همش بل قوست، بل فعل نشده، مثل اینکه روشن کردن یه چیزی شما خونک بشین. آره بله، چون باید آدم حواستون زیاد سر گرما بود دیگه، اینه که حرفای من خوب گوش نمی‌کرد. خب بله، همه اینها رو در تصور. حالا شما میخواید بگید که یعنی چی بالقوه؟ مثالی که باز براتون یا آوردم دفعه پیش یا باز هم میارم، عبارت از اینه که مثل اینکه یک نقاشی بخواد یه تابلوی رو بکشه، این تابلو رو نکشیده ولی میتونه در ذهنش مجسم کنه که من آسمانی خواهم داشت، این طرف درختی خواهم داشت، این طرف خونه‌ای خواهم داشت، این طرف فلان و فلان. همه اینها میتونه در تجسم باشه. در ناگهان همه اینها بالقوه خواهند شد، بالفعل خواهند شد، فعلا همشون بالقوه. این در چه زمانی صورت میگیره؟ در پایان سه‌هزاره دوم و آغاز سه‌هزاره سوم. مثل اینکه بوشاس پیش کاری نتونسته بکنه، قیافاتون اصلا خوابالود نیست جز یه نفر یه کمی، ولی کلن هم ظاهرن فبراقی. بعد این در این فاصله تمام دیوها و دروچ ها مشغول فعالیتن که بلکه رهبرشون از خواب بیدار کن، هی پا میشن. و اینجا هم من اینو میذارم به حساب یک قدرت زبانی، برای اینکه در متون ما اینطوریه که مثلا میگه همشون جمع شدن، حالا نه هنوز آدمی هست نه هنوز به وجود اومده چیزی، ولی سرود ها اینطورن، میگن برخیز پدر ما، ما به تو قول میدهیم به آتش دود ببریم. هنوز آتشی نیستا، ولی چون داره میگه اینو بهش نیرو بده، ما به تو قول میدهیم به انسان خستگی بدیم، نمیدونم به گیاه پژمردگی بدیم، به آب شوری بدیم، یعنی همه چیزهایی رو که اون در حد اعلا آفریده بود، میگه من حاضرم این ما همه اون قدرت رو داریم که این کار رو انجام بدیم، تو بلند شو. همش هم میگه برخیز پدر ما، یعنی من از روی متن دارم براتون میخونم، نقد میکنم. و وقتی که بالاخره در آخرین لحظه درست پایان 3000 سال دوم هست، اهریمن برمیخیزه، نیرو میگیره از تمام این گفتارها و بعد از بیهوشی بیرون میاد، اولین بوسه رو بر سر جهی میزنه. اینو گفتم هفته های پیش یادمه که گفتم که بعد دشتان زنان و تمام ناپاکی زمانان رو ناشی از این بوسه اهریمن بر سر اون میتونه. و بعد میگه که آرزو کن به خاطر این کاری رو که کردی. میگه که جهی میگه من دلم میخواد که مردان همه من آرزو کنن، یعنی در آرزوی من باشن. دقیقا در گندهش فصل چهاری موضوع میده. خب عزیز من، مثل اینه که شما در شاهنامه هم فرانک رو دارید هم سوداور رو، یعنی در نتیجه شما هم خوب دارین هم بد دارین، این نماد زن بد میشه اون نماد زن خوب میشه. ولی جهی دختر اهریمنه. چی؟ خب میگه که اون از دید اینها، از دید من که نه، ولی میگم از دید اینها یه همچه حالتیه. ولی البته
این رو هم بگم، میترسم باز بحث چون خیلی جالبه کشیده بشه و من از اصل مطلب عقب بیفتم. بندهش یک کمی ضد زنه، یعنی در موردی یه جاهایی از هست که دقیقا نمیاد به جاهایی، به گاهان، به جاهای دیگه نمیخوره، که عقیده دارن به دلیل اینکه بندهش تقریبا در اواخر چیز هست، نشانهای از زربانیست درش هست و کلن آیین زربانی ضد زنه، بسیار ضد زن. چرا؟ بحثش طولانیه که بگم چرا ضد زن میشه، برای اینکه کلن همه مثل الان نه الان چیز دیگه نمی سیاسی نمیگم، یعنی منظورم فکری که الان تو ذهن است، برای اینکه چرا میگه که زن باعث میشه که مرد در حقیقت از راه به در میده، یا هر چی که شما بخواید، اقوا میشود و این اقوا شدن رو به حساب زن میذارن و از این دلیل است که غالبا ادیان، ولی واقعا در آیین زردوش نیست در اولش، یا این در چیز زربانیه، ضد زنن. یعنی هیچ کس به این موضوع فکر نمی کنه، چون قلم دست مرد هاست که اون اقوا نشود. می فهمید چی دارم میگم؟ یعنی در آیین، اینو جدی میگم، یه بحث بسیار طولانیه، من در یکی از کلاس هام که زروانیت رو درس میدم روی موضوع خیلی بحث میکنم، الان نمیتونم با جزئیات تمام این نکته ها رو بگم، که اصلا بحث معمولا شما برید تو هر چیزهای دینی میگه زن به دلیل اینکه باعث میشود مرد از زهد بیفته. خب نیفته، متوجه هستین؟ یعنی نه نمیخوام وارد بحث نه فمینیستی بشم نه هیچی، نمیخوام بگم، یعنی هیچ وقت به این موضوع کسی دخالت نمیکنه، دست رو رو این نمیذارن. و از طرف دیگه میگن، یکی اینایی که میگم مستند میگم، نه میخوام سخنرانی کنم نه هیچی، اینا مستنده، تو کلاس ها میگم ولی الان سریع دارم مجبورم دادشم. و از یه طرف میگن زن برای اینکه زن است که گناهکار میزاید، غافل از اینکه زن که تنها نمیزاید، بالاخره همه چیز با، یعنی میخوام بگم که اینو خیلی قشنگ میتونم راجبش بحث کنم، ولی بندهش کلن یه مقدار تحت تاثیر زربانیت قرار میگیره، چون در اواخر دوره ساسانی هست، بسیار کتاب خوبی است، یعنی پر از مطلبه، اصلا من گاهی ماتم میبره که مگه میشه این همه علم در یک، در اون دوره در یک کتاب جمع بشه. واقعا همین امروز باز من راجبه مطلب یه چیزی میخوندم از بندهش، دیدم واقعا مگه میشه درخت رو تقسیم میکنه، انسان رو تقسیم میکنه، اعضای بدن انسان رو تقسیم میکنه، راجب یعنی همه چی. اینه که نمیخوام بگم کتاب کتاب بده، ولی نشانه های این چنینی درش هست. شب بودم لبوش همون موضوعی که شما همیشه مطرح اینکه بندهش رو ما داریم کم کم میریم به سمت اینکه مردها دارن اقتصاد رو در دست میگیرن، کم کم این زن هستن که در زیر مجموعه قرار میگیرن و یه جورایی وابستن، پس میتونن اقبالگر زن بله، فقط همون. حالا این بحث بسیار جالبه، من یک جلسه تمام میتونم راجبه شرط بزنم، ولی الان رحم میکنم به شما، این کار رو نمیکنم. این لیلیت هم میتونه همین مدل جدی باشه؟ چی؟ لیلیت تو افسانه های یهودیان؟ تقریبا افسانه یهودی که خیلی ضد زنه. ادیان کلن من حالا باز شما من مجبور میکنید به من جگه ما نرسیدیم، من از دوازده نمیام، من وقت ندارم اصلا، ولی چی؟ در نه کلن ادیان، من یه بحثه خیلی جالبی رو در یه دفتر تلویزیون دیدم، تلویزیون فرانسه بود، یعنی یک بودایی آورده بود، نه یه مسیحی یهودی مسلمان، زردشتی نبود ولی مثل اینکه بودایی نبود، و همش موضوع بحث این بود که چرا زن در ادیان چیزه اینقدر مورد بله سرزنش پایی میاد، یعنی هر قدم میگن با این همه باز هم زن رو میگیرن، همش به این نتیجه میرسیدند که الان من لبشو به شما گفتم، که زن میتونه اقوا کنه، زن چیز رو از بین میبره بله، ولی هیچ کدوم دوره این نچرخید که خب مرد نشه، توجه میکنم من چی کار کنم، مثل آدم باشتم
ذهنتو پاک کن، قوی باش و از چیز برو. اینه، یعنی بسیار مطالبش جالب بود. یعنی من همه اینا تو ذهنم اصلا الان مونده، منتها نمیتونم الان دیگه با اون جزئیات برای شما بگم، ولی بسیار راحت میشه گفت که چرا ادیان مخالف زنن. یعنی دلیل داره. یکی از دلایل خیلی ناجورش همینه که میگه زن زاینده گناهکاره، زن میزاد. مثلا همین زاینده بودن یه گناه. خیلی ها میگن نه، مثلا مانویت خودش به اون معنی ضد زن نیست، ولی ضد زایندگیه. ضد بله. کی میزاد؟ زن. با خانم به من دیگه علم علیفا دست نده که. نه میگم یعنی این توضیحات هست. ببخشید دیگه تمام. خب تقصیر تو شد دختر. خیلی چیزا جهیه نماد، جهیه نماد منفی زنه دیگه. حالا هر چی باشه دیگه، نمیشه گفت که همه جا هر چیزی مثبت داره منفی داره و دقیقا تصنویت در همه جا حکم فرماست. خب پس این دیگه بگذاریم از این که خیلی هر چیزی من میگم برات به نظرتون شیرین میاد، اون نصف کاری فقط میچشونم دیگه، بعد رها میکنم که بعد دیگه در حسرتش بمونم. بعد دیگه بعد حالا یورش دوم محریم از شروع میشه، یعنی قدرت میگیره و در پس ما دو تا ابگد داریم. یادتونه بهتون گفتم اسمش ابگد این حمله، یکی در پایان 3000 سال اول و یکی در پایان 3000 سال دوم که اهریمن بهش اومده و با شدت حمله میکند به طرف دنیای گیتی. اهورامزدا یک جنگجوی یا یک ارتشدار کاملا آگاهه، تمام اینها رو میدانند، برنامه ریزی کرده و آماده است، یعنی کمپش آماده است. بلا فاصله به زمان رو میگه، به قودی زمان رو میافرد یا به زمان میگه به حرکت درآ، چون زمان وجود داشته است. وقتی زمان میاد یعنی حرکت، حرکت یعنی دنیای مادی، یعنی حرکت و زمان و مکان تقریبا با هم میاد. خورشید شروع میکنه به چرخیدن، آسمان شروع میکنه به چرخیدن، روشنان، روشنان یعنی ستارگان و ماه و یه دفعه هم گفتم بهتون آفتاب و ماه و ستارگان رو اصطلاحا هم بهش میگن روشنان، همه اینا رو برکت در میاره. اول از یک گوشه در اصطلاحا میگه از در زیر آسمان میاد، که من باز اینو میگم یعنی معلق بودن به حساب زمین در جهان رو از اینجا نشون میده. میگه از یک نقطه در از زیر آسمان میاد. آسمان بسیار میترسه، درست شبیه به این که بره از گرگ، یعنی ترس. یعنی صحبت در این اسطوره‌ها این است که همه چی خوب داده نشده، یعنی این هم میترسه، آسمان دلیل نیست که نترسه، نیروهای بد میتونن خیلی قوی باشند، یعنی این نیست که نیروی بد نمیتونه کاری بکنه، چرا نیروی بد میتونه کاری بکنه. به همین دلیل آسمان رو با تاریکی میامیزه. خب حالا بعدا خواهم گفت هر حمله ضد حمله داره، یعنی به محض اینکه این به آسمان رو تاریک میکنه، ماه و ستاره ها و روشنان میان بیرون، یعنی اینطوری میشه. به آب میتازه، بخشی از اون رو شور رو، چون قول داده بود دیگه، شور رو گلالود میکنه. باز ضد حمله چیه؟ ایزد تیشتر. یادتونه ایزد تیشتر ما گفته بودم جزء وظایفش، بلا فاصله میاد پیشنمونه آب رو میگیره. ایزد باد در جهان باد رو حمله میکنه، ابرها رو به حرکت در میاره، ابرها میبارن، رودها و دریاها به وجود میان، در نتیجه اینها رانده میشود و بزرگترین دریا به وجود میاد که دریای فراخ کرد هست. که من تو مقالم که یکی اگه تو همون مجموع مقالاتم هست تقریبا شبیهش کردم به اقیانوس هند، چون در قسمت جنوب. بعد
اینو دریای کیهانی هم بهش میگن. بعد خلیج های بسیاری به وجود میاد، همه اینها برای اینکه آب رو نمیذاره اینطور شور و گل بمونه، یعنی زود اینها رو میرونه. بعد این دریا یعنی هزار چشمه که اصطلاحاً میگن دریای هزار چشمه، اگر دلتون خواست تو همون کتابی که شما دارید این رو بخونید، تو بخش دریای پارس از دیر باز که برای خلیج فارس من یه سابقه اساطیری پیدا کرده بودم. رودخانه های بزرگ تشکیل میشه، بعد بهدعیتی میشه، یعنی آب میاد، رودخانه، دریا، دریاچه، همه اینها. پس آب همش گلالود نمیتونه باقی بمونه. بعد میاد به زمین، زمین تاریک شده دیگه. بعد آفریدگان سهمگین رو به روی زمین رها میکنن. خب زمین خیلی میترسه، از آسمون نمیترسه، از ترسش به لرزه در میاد. لرزه چی به وجود میاره؟ کوه ها و دره ها رو به وجود میاره، یعنی به این ترتیب دره و کوه در میان. و بزرگترین کوه اساطیری که هرزبرتی هست، یعنی همون کوه البرز، در وسط عالم به وجود میاد. چون ما ایرونی هستیم و عالم رو دقیقا همینجا میدونیم و وسط عالم هم کوه البرز رو میدونیم. و این بنابر همین گفته ها بزرگترین کوه کیهانیه. و بنابر زامیادیش زمین دارای 2244 کوه، نمیدونم کی شمرده اینا رو، ولی به هر حال من این رو از زامیادیش نقل میکنم. بنده اولش تا هشتش. منبعش همه زامیادیش هست. بله دیگه، خیلی همه جا اینا همش منبع دارم، همش. و فکر میکنم تو اون مقالم تمام اینا رو مفصل تر گفتم. خب بعد از باران رودها، اینا خیلی قشنگه، این رودها و اینا رو ببینید. حالا من وارد جزئیات بحث داره ساعت پنج میشم، سریع میگذره زمان. رودها اینا رو نمیخوام دیگه بگم. مثلا توی بندیداد دقیقا کشورهایی که به وجود میاد به وجود میاد. ببینید اول فکر میکنم اینم دادم، بله اسماشو دادم، اگر من الان اسماشو میگم یادتون نمیمونه تو اون کتاب هم. ببینید یک همچی جغرافیایی میده که معمولا تو تمام کتابهای قدیم فارسی و اینها هم زمین رو اینجوری، یعنی هفت کشور، منم شما بلدم پنج قاره رو ها فوری غلط نگیریم، اینجور وسط اینجوریه، اسمش خونیرسه، بزرگه. یکی، دوتا، سه‌تا، چهارتا، پنجتا، شیشتا. فهمیدین یا نفهمیدین؟ متوجه شدین؟ ببینید وسط یه بیضی بزرگ، دوتا بالا، یکی این طرف، یکی اون طرف، دوتا پایین، میشه هفت کشور. اصلا هفت کشور، هفت اقلیم معروفه در ادبیات. هفت اقلیم میگن هفت کشور. این وسطی که اسمش خونیرسه بهترین جاست، چون مال ماسته که ایران الان اونه. خودش مساحتش به تنهایی به اندازه این شیشتاست. میفهمین حرفا ما هرچیش متوجه نمیشین، به نظرتون سخت میاد، من توضیح بدم، چون ذهن باید کمی اساطیری باشه. خب پس بهترین جای عالم تو خونیرسه، بهترین جاش ایران وجه. خب و در ایران وج یک رودخانه هست که الان رودخانه رو براتون گفتم، رودخانه دعیتی، یادتون اومد؟ اون رودخانه هم دعیتی در این وسط خونیرسه هست، وسط خونیرسه ایران وج، در وسط ایران وج رودخانه دعیتی. روشن شد براتون؟ خیر. حالا این خب خیلی تعریف هست که چقدر جای قشنگ، خوش آب هواس و فلان. در همین جا هست که کلن گیاه هم داشتیم، یادتونه یا نه؟ فراموش که نکردید گیاه رو، به گیاه میتازه. پس زمین تکلیفش روشن شد، ترسید اینا، ولی هیچ مهم نبود. با کوها و با دره‌هاش و آبی که اومد این کوها و دره، شما که میگید تصویری از همه قشنگتره اینا خان، یعنی واقعا شما یه دفعه اینو تجسم کنید که بارون بباره فلان، زود این آبا تشکیل بشه، یک مارپیچی، هفت تا کشور با رودخانه ها و با دریاها.
فوق‌العاده زیباست از دید من، شایدم نمیدونم. بعدش خب زمین آب تکلیفش روشن شد، آسمان تکلیفش روشن شد، زمینم تکلیفش روشن شد، گیاه نگفتم هنوز، به گیاه میتازه. چیکار میکنه؟ گیاه رو خشک میکنه دیگه، حمله است و ضد حمله. باز اهورامزده همه اینا رو فکر کرده. فراموش نکنید ما گفتیم در آغاز که یکی از شما هم سوالتون بود که اهورامزده اون موقع نمیتواند بردارد. نگفتن نمیتواند یک کمی سنگینه برای پیروان یک آیین، ولی گفتم چی؟ خردمند است و با خرد راه پیدا خواهد کرد که قوای اهریمن رو کم کنه به سایه تا برسه. پس در نتیجه هر حمله ضد حمله، الان گیاهه، فکر میکنه به گیاه میتازه، گیاه خشک و از بین میره. چیکار باید بکنیم؟ باز ایزد امشاسپند امرداد میاد، امرداد گیاهتون و خرداد میگیرن، این گیاه خشک شده رو میسایه، میدن دست تیشتر. کی بود تیشتر؟ ایزد باران بود دیگه، همون تیری، یعنی این ماه به اون تعلق داره، ماهی که الان توش هستیم. و این وشاس رو نذاریم بیاد طرفتون، به تمام چیز میترزونه، به هفت کشور باران میباره، در نتیجه تخمه تمام گیاهان در تمام هفت کشور پراکنده میشه. درست شد؟ از گیاه هم خیالمون راحت شد. حالا بعد میاد، حالا قلاتی بود که به چیز بود، بعد حالا میرسه به گاو، گاو یکتا آفریده. چی؟ کی؟ خب شما دیگه طرفدارش بشین، اشکال نداره. خب بله، اون میخواد، اون نابود کننده است. این آب چیزه اول کلاسیشون که رینی دار پرسید، همیشه میگن اون چیز دادار، دادار یعنی دهنده، یعنی از ریشه ده میاد به معنی آفرینش. او آفریننده است و سازنده، حتی با واژه تاشیدن هم میاد که معنی تراشیدن و ساختن. و اهریمن کرنه داره، کرنی دار یعنی همه چی رو پاره میکنه، از هم میدره. حالا طرف میتونین طرف دارش باشین، آزادی، و خیلی هستن شیطان پرستنش، ایبی نداره. خب نتیجه خب معلومه، کل آفر، ولی کی باعث این نتیجه میشه؟ اهورامزدا میشه دیگه. خب شما طرف دارش باشین، ایشی ایبی نداره. بعدش اما به گاو میتونه، باید گاو بمیره، منتها یعنی نمیتونه جلوی مردن گاو رو بگیره. همون گاو رو که خانم پرسیدم و بهتون گفتم، اونجا میتونیم برین در تمام گاوهایی که کشته میشند و ببینید که هر گاوی که کشته میشه زندگی به دنبالش است. و اینقدر من با هیجان حرف میزنم که انگار اولین باره دارم درس میدم. و اهریمن میاد به طرف، نمیتونه جلوی، اصلا نباید جلوشو بگیره، باید برای اینکه این لازمه این حیات مردن گاو. منتها برای اینکه چیز رو برای او آسان کنه، به او در جلوی دماغش بنگ میماله. بنگ که در اوستا به صورت بنگ است، بنگ و بنج و بنگ یک نوع، حالا بگم بده، اینو مثل چیزی مثل حشیشه، توجه کردید؟ من اینو تو دانشکده چیز درس میدادم، هنرهای زیبا چیز. اونا بچه ها همه هنرمند، گفتن خانم پس اولین قاشق چیز دید؟ خود اهورامزدا بوده که باعث شده که همه معتاد بشن دیگه، چون اولین بار اون این رو جلوی دماغ چیز مالیده، گفتیم دیگه اونم خودتون میدونی. ولی به هر حال نمیتونه که جلو مرگ رو بگیره، فقط برای اینکه مرگ براش آسان باشد این رو میماله که مثلا مرگ رو احساس نکنه، یعنی رنج مرگ براش آسان میشه. با حمله اهریمن نزار میشود، اول به پهلوی راستش میفته و میمیره. اینا همش تو بندهش نومده، من هیچ کدوم از خودم نمیدونم. ولی مرگیست که حیات می، یعنی از بدن اون که میفته و میمیره انواع غلات میروین و گیاهان دارویی.
یعنی باعث مرگیست که حیات خواهد آورد. و اینجا بود که گوشورن، کدومتون سوال کردید که گفت گوشورن همینجاست که فریاد میزنه که من دیگه نمیذارم، چون تو باعث شدی که گاو بمیره. و اونجا هست که اون میگه که من زردشتی رو خواهم آفرید که در نتیجه بیاد و چیزه، یعنی خطاب به اورمزد بانگ میزنه. من جمله رو عیناً آوردم، سروری آفریدگان را در روی زمین به که واگذاشتی. آدم خیلی خوب عاجل و خدا وایسه اینجوری. اون قصیده معروف هست که اگر ریگی به کفش خود نداری چرا بایست شیطان آفریدن. حالا اینم در حقیقت بلند حرف میزنه. نطفه گاو که میریزه، زنده است دیگه، نطفه داره، فوری میبرن به ماه. اونجا بهتون گفتم که گاو با ماه ارتباط تنگاتنگی داره، بخصوص شاخ گاو رو به هلال ماه تشبیه میکنه. اون نطفه در ماه پالوده خواهد شد، صاف خواهد شد، و بعد از اون، از اون نطفه نخستین زوج حیوانات به وجود خواهند اومد، بازم در ایران وچ، یعنی همه چی در ایران وچ هست. مگه اینکه بعد گیاهان در هفت کشور پخش شده بود و گیاهان به وجود اومده بودن، چرا اینجا دوباره برمیگرده به گیاه و ملات و گیاهان دارو بود؟ نه، همه جا خواهد شد. میگه اینی که مال گاو، برای اینکه حالا من دلیلش رو شاید نتونم بهتون بگم، ولی به دلیل اینکه در همه جا در چیزم هست، یک حالت برکت خاصی به بدن مرده گاو داده میشه و همینشو بعدم به بدن مرده انسان. از اون کانی ها به وجود خواهد اومد که در زیر زمین هستن و از این چیزها، و بعد از اینجا خوب پخش خواهد شد. منتها این که نمونه نخستین در یک جایی باید باشه، این رو به ایران بست میکنه دیگه. الان اخیراً هی آدم مقاله میخونه، همه جا یک انسان قدیم دارم پیدا میکنن دوباره. بله، چند هفته پیش بودی مقاله خوندم، چون ما فعلا انسان قدیم انسان پکن رو میشناسیم، ولی الان هی دارن زیادترش جاهای دیگه هم میشه. به هر حال بعد از اون هست، یعنی در ظاهرم این گاوه وکداد یه جوری دو جنس هست، یه جوری نمیدونم چطور، جایی گفته نشده، ولی میگه از همون نطفه یک زوج به وجود خواهد آمد، یک نر و یک ماده، و بعد از اون انواع امثال چهار پایان، ماهی ها در آب، پرندگان در آسمان و همه اینها به وجود خواهند. باید کمی سریع برم جلو. خب حالا میبینه که همه کار رو کرد، پنج تا پیش نمونه رو از بین برد، فقط مونده انسان، گیه مرتن. این خیلی سخته، از بین بردن انسان ظاهرا بسیار سخته. اون است و داد دیو رو میفرسته با هزار دیو مرگ‌آفرین. است و داد، همون دیو مرگی که من اول گفته بودم، اونو میریزه، مونده تنها نه. معمولا تو قصه های ما هم دیو ها هی تکثیر میشن، مثلا سرشون میزنی دوتا میشن، چهارتا میشن، شیشتا میشن، به همین دلیل میگه با به قولی با هزار تا دیو مرگ آفرین دیگه، یا شبیهش میکنه با هزار تا درد و مرض و اینها میاره به طرفش، و اونها میبینن نمیتونن در اون لحظه بکشندش. برای اینکه اینجا مثلا باز یه چیزی جبر میاد، چیز میگه که نمیتونن. یادتون نره آغاز شده ها، زمین گیتی شده، دنیا دیگه گیتی، یعنی ما 3000 سال مادی هستیم، همه چی درست شد، همه هم مردن، یعنی ولی مردن و زنده شدن، فقط مون گیومد. خب رفته که گیومد رو بکشه، خب ولی نمیتونه، موفق نمیشه. چرا؟ جمله‌ای که در چیز اومده است، در بندش فصل 4 اومده در صفحه 66 باها، میگه برای این که زندگی و سلطه کیومرس در روی زمین 30 سال تعیین شده بود. حالا کی تعیین کرده؟ متوجه از اینجا یه جبری پیش میاد، آدم نمیفهمه چیه. ولی من یه توضیح
دیگه ای البته جرأت نکردم بنویسم، ولی خودم فکر میکنم برای اینکه انسان میخواد شاید این رو بگه، چون یه دفعه بیدار خواهد شد در بعد از 30 سال. آدم تا سیری میخواد بگه که انسان دو جور بلوغ داره. یکی بلوغ جسمی داره که مطابق این متون ما معمولا در 15 سالگی اتفاق میفته، یعنی 15 سالگی اوج بلوغ. و یک بلوغ عقلی دارید شما که معمولا در فرهنگ بابلی 40ه، مثلا 40 سالگی، پیامبرها معمولا 40 ساله محبوس میشن. ولی در متن ایرانی 30 هم هست، 30 سال. میفهمی؟ من عقیدم اینه که تا تو 30 سالت نشده نمیفهمی چه بلایی سرت اومده. میفهمید؟ یعنی هنوز این گیجه در خوابه، چون میگه که اهورامزدا چیز رو به خواب 30 ساله فرو برد. یعنی 30 سال کیومرث در خواب بود تا زمان مرگش فرا برسه. گوش میکنین؟ حالا میگم من هنوز ننوشتم، ولی من فهم کنم منظور از این 30 سال که طول میکشه یعنی در بیخبریه، تو هنوز نمیفهمی چه بلایی سرت اومده. باید بلوغ عقلی پیدا کنی تا بفهمی که اهریمنی بوده است، چیز کرده است، به حساب یورشی آمده است و تو در بند اون افتادی و اینها. من یه مقداری اینو به نظر خودم خواب و بیخبری رو یک جوری گرفتم. دلیلش هم اینه که بعداً در آیین گنوسیس که باز نمیخوام واردش بشم چون اگر بشم خیلی مسئله داره، اونجا هم در حقیقت از یک بیخبری و خواب صحبت میکنه که انسان، شما که دارید رو گنوسیس کار میکنی یا پایسیزا، یه خوابی هست که انسان میگه چون خوابه از اون اصل جدا شده. من اونو با این یکمی ارتباط متوجه شدید؟ حالا میتونید حرف من قبول کنید، میتونید نکنید، من فقط نظر خودم بود. ولی به هر حال ناگهان از خواب پا میشه. خب تالا کجا بود؟ و اینجاست که میبینه که جهان تاریکی داره، انباشته از حیوانات موذی هست، بعد خورشید و ماه دارن حرکت میکنن، پس زمان به وجود داره. خب اینو قشنگ میشه گفت که پس تا الان نمیفهمیده دیگه، یعنی هنوز شعور و عقل و اینها سر جاش نیومده بوده. بر نتیجه میبینه نبرد، هر دیوی داره با ایزد مقابلش میسنجه، امشاسپندان دارن با هماوردان خودشون ستیز میکنن. چون یادتونه که ما صحبتمونو کرده بودیم، یادتون هست یا نه که فلسفه اهورامزدا چی بود؟ فلسفه این بود که تک تک این بدها یا موجودات بد با هماورد ایزدی خودشون نبرد کنن تا از بین برن، تا خشم رو سروش بتونه خشم از میان ببره، نمیدونم سخن بد سخن خوب بتونه سخن بد، همه اینا رو که براتون گفتم. پس در نتیجه یک همچی زمانی رو گذاشته است که این کارها انجام بگیره و بدن تازه این رو میفهمه، این داره این رو یواش یواش میفهمه و دیگه تاب زندگی نداره، به پهلوی چپ میفته در همون رودخانه دیتی، اون طرف راستش این طرف چپش، و در نودر نطفش برده میشه به آسمون. نریوسنگ که صحبت نریوسنگ رو بین خدایان براتون گفته بودم، اون میبره ایزد مردانگی نگهداری میکنه و یک سومش به زمین میریزه که ایزد سپندارمد اون بخشی از این نطفه رو دریافت میکنه و بعد دیگه اون میمیره. از بدن اون تمام کانی ها یعنی معادن خوب بدن اون این رو به وجود مرگیم به وجود خواهد. خب پس به همه پیروز شد ظاهرا. وقتی که این کار رو اهریمن بعد از این پیروزی ها میخواد بره دیگه به سرزمین تاریکی خودش، ولی میبینه که آسمان مثل یک مرد جنگجو راه رو برای میبند، نمیذاره، و در نتیجه اهریمن در جهان دشمن خودش زندانی میشه و یک دفعه میبینه نه هیچی از بین نرفت، دوباره گیاهان
آبها جاری شدن، گیاهان دارن نشو و نما میکنن، انسانها خواهید دید زاد و ولد میکنن، چهارپایان میزاین و زندگی جریان داره. هیچ چیزی برای چیز اهریمن دشوارتر از این نیست که زندگی رو ببینه. و او در حقیقت جمله است که فکر کنم اینو اونجا آوردم، زندانی زندگی میشه و این دردناکترین زندانی هست برای دردناکترین زندان هست برای اهریمن. این دوره چیز هست و بعد از این نسل بشر خواهد دید که ادامه پیدا خواهد کرد. روشن شد براتون یا نه؟ اینم کانی ها معادن رو به وجود آورد. سبکن گفتم که یه بخشی از نطفهش در خورشید نگهداری شد و از اونها نخستین زوج بشر به وجود خواهند آمد. الان میاد دیگه. خسته نشدین که بچه ها؟ نه؟ من که نشدم که دارم حرف میزنم. باشه. مرگ کیومرث شما فهمیدید که وقتی که این نبرد ها رو میبینه تاب نمیاره میمیره؟ نه دیگه حاضر به مرگ میشه. حاضر به مرگ میشه و اون دیگه اسویداد میتونه روش کار کنه. خوشحالم که با این دقت گوش میکنیم. برای یه کسی که حرف میزنه خیلی خوبه که حرفاشو دلت گوش کنه. چرا؟ چون که خوب داره جایزه بدم بهتون. چقدر ماشاءالله کم توقعی. آره همین دیگه. خدا رو شکر حرفای ما تموم شدنی نیست. خب پس من خودم از این بحث خیلی خوشم میاد، از بحث بعدی باز بیشتر خوشم میاد. پس بگو تو از چی خوشت نمیاد؟ خب من همیشه میگم خدا کنه، هر وقت به بچه های کلاس هم میگم، میگم دعام برای شما این هست که خدا کنه مثل من ویروس این کار دستنتون بیفته، یعنی عاشق کارتون باشید، یعنی عاشق، البته همه درآمدا خوبه همه چی خوبه، ولی بیش از اون عاشق کار شدن اینه که شما هیچ وقت خسته نمیشید تو کلاس، حتی اگر به سن سال من باشین توجه میکنه، ولی با لذت باش درس میدین. این چیزیست که معمولا مثلا شما نمیدونم هر کدوم چی کار دارین، نمیدونم با چه انگیزه سر کارتون میرین. خب من آرزو میکنم انگیزه ای که من دارم خداوند به شما بده. آره دیگه. خب اولا اینجا باید یه چیزی رو بگم که نمیدونم تو کلاس گفتم یا نه، اگر گفتم چون بعضی ها فهمه یاد تو میمونه، معمولا خوششون نمیاد شاید دوستان زردشتی ما این حرف رو، ولی عقیده دارم در خیلی از کتاب ها می نویسن سه تا خوب دوده اتفاق میفته. خوب دوده بهتون گفتم یه جلسه صحبت با ازدواج با خیشان نزدیکه، راجبه این حرف زدم تو کلاس. ببینید یکی از چیزاییست که نسبت میدن به ایران باستان و به شدت زردشتی ها با این مقابله میکنن، در حالی که یک چیزیست که کاملا وجود داشته، نه اینکه مال پار سال و پیرار سال و صد سال و 500 سال پیش باشه، یک چیز بسیار کهنست. همونطور که هر فرعونی با خواهر خودش میتونست ازدواج کنه، توجه میکنید، یعنی نسل چیز بودن. حالا چرا این موضوع بوده است؟ دلایلش فراوانه، برای اینکه به نظر من بیشتری مسئله مسئله اقتصادی هست، برای اینکه مثلا خواهر با برادر که ازدواج بکنه در حقیقت، ببینید دقیقا شبیه به اونه. من فکر کنم تو این کلاس این بحثو کردم، خواهش میکنم اگر کردم بهتون، دوست ندارم این چیزو تکرار. ببینید ما الان تو خودمون دور بر خودمون چشماتون رو هم بذارین، چند تا آدم میشناسین که دخترمون پسرمون هم ازدواج کردن، پسر خاله دختر خاله، نمیدونم به قول فرنگی ها کازن ها، کاملا هیچ طبیعی هم به نظرمون میاد، حتی در یک طبقاتی قشری اصلا این یه حسن حسنه در یه قشری. ولی همه تونم باز به اندازه من اطلاع دارید که این موضوع رو بد میتونم، از نظر بیولوژی و از نظر ژنتیکی این موضوع رو بد میتونم و حتی امکان من خودم تو تلویزیون حتی ایران چند بار نمونه دیدم که نمونه هایی که فرزندان ناجوری بوده است و اینا
ولی زیر بار نمیرن خیلی ها. درسته یا نه؟ به خصوص تو اون طبقه میگن نه ما اینو میشناسیم. صحبتون اول چیه؟ اینه که میگن شناخت داریم. من خواهرزاده خون خانمی که برای من کار میگه میگه من بعد خواهرزادهمو میگیرم برای پسرم برای اینکه شناخت دارم ازش. من اینا رو نمیشناسم. خب پس یکی شناخته، یکی اینه که اگر سر مثلا عمو پسرمو باشن یه زمین دارن، با این کار این زمین تو اون خانواده میمونه، جای دیگه نمیره. بعد اخلاق و چیز نزدیک هست و خیلی چیزهای دیگه. و بعد در طبقات بالاتر در شاهان ما دو سه نمونه فقط داریم که اونم مثلا میگن خون پاکتر هست، یعنی میگن که مثلا موبت ها مخصوصا در خانواده موبت های زردشتی الان نه ها الان واقعا این حرف رو بهشون بزنین خیلی بهشون برمیخوره، صحبت مثلا 2000 سال پیشه مثلا اومال اون موقع رو میگن. در اونجا چیزه میخوان در خونشون پاکتر بمونه. از این نظر این ازدواج ها بسیار سفارش حتی شده، اصلا سفارش شده، یعنی جملاتی که عقیده دارن این بیشتر یک آیین مغی بوده است، مال مغها بوده، مغها که مال غرب ایران هستند و اصلا ربطی به دین زردشتی نداشته، ولی آمیزه که بین اینها صورت گرفته این انجام. این نوع ازدواج رو بهش میگن خوب دو ده یا ازدواج با خیشان نزدیک، که معمولا میگن پدر با دختر، پسر با مادر، خواهر با برادر. خب فوری تنتون نلرزه که وای وای مگه میشه، الان نمونه دخترم و پسرم رو گفتم، هیچ تنتون نلرزید. من اگه شما در قبل بگید که این با هم دیگه دوتا پسرم و دخترم هم بسیار به نظر زشت میاد، یعنی درست انگار شما با برادرتون ازدواج کردید. میخوام بگم که هر چیزی با سنته. آیا اگر 100 سال بعد که این موضوع کاملا قدغن بشه میشه؟ بشه دیگه، میشه بگن که از نظر ژنتیکی این کار رو نکنید، داره نسل مثلا خراب میشه، ممکنه. اون وقت آیا به ما که الان این کار رو کردیم باید به چشم بد نگاه کنه؟ میفهمید چی دارم میخوام بگم؟ یعنی این تعصب و این بدفکری و اینی که ما مسلمان ها عادت داریم آخه فوری همه چی رو بگیم مال ما بهتره. یکی از رساله هایی که سالها پیش، در 20 سال پیش با من گذروندن اون موقع این بود که بعد از اسلام زردشتی و آیین زردشتی در کتاب های اسلامی همه جا نوشته بودن این گبران کسانی هستند که ادرار گاو میخورند و با مادران خود میآمیزند. میدونید یعنی اینجور یه آیین تطهیری هست که با گاو صورت میگه، نه که گاو رو بخورند. توجه میگه یه کارهای خب ماها اینجور تهمت میزنیم، مجبور هر کسی جلوشو بگیره بگه نه. درست همین، آیا شما دوست دارید که 100 سال بعد به ما بگن که ما آدمای وحشی بودیم و نفهم بودیم و نمیفهمیدیم؟ چرا؟ چون دخترم پسرم رو ازدواج میکنم. من نزدیکترین دوستام الان هستن که دخترم پسرم رو هم با متوجه هستی؟ میگم یعنی این تعصب رو از خودتون بیاریم بیرون، یعنی الان تو ذهنتونم حتی نبینم که مثلا واقعا به نظر خب معلومه که الان ما بدمون میاد از یه همچین چیزی، درسته؟ ولی وقتی چیزی وجود داشته باید دلیل وجودیش رو نگاه کنیم. حالا این مثال بدان آوردم که بگم در این آفرینش عقیده دارم که سه تا خوب دو ده صورت میگیره. نطف یعنی اهورامزدا با زمین که دخترش هست پندارمند میآمیزه، کیومرس به وجود میاد، پس پدر دختر. نطفه کیومرس در زمین ریخته میشود، پسر مادر. اینا همه اساطیری ها، توجه بفرمایید لطفا. و بعد الان در مرحله دوم خواهر و برادر خواهد بود که عبارتند از مشیه و مشیانه که اولین زوج هستن. روشن شد براتون؟ سوالی نداری؟ کتابای به خصوص روایت ها، کتابای پهلوی که قرن سوم چهارم هجری هم چی میشه؟
کتابای پهلوی خب. سیمیانی که قرن سوم و چهارم هجری نوشته یا استنساخ شده اونها خیلی سفارش میشه بازه. خیلی سفارش میشه چون زیادی چون زیادی سفارش میشه در اینکه مردم دیگه نمیکردن نمیکردن اصلا زیاد اینقدر من مقاله آخرش هم نفهمیدم چاپ شده یا نه من مقاله خانواده در ایران باستان و برای انسیکلوپدیا برای همین دارالمعارف من نوشتم اونجا توضیح دادم که چون نمیشه زیاد سفارش داده میشه دائما مثلا یکی از سوالا در روایت امیدش اوشتا اینه که اگر به برادری که بایست با خواهرش ازدواج کنه از این کار سرباز میزنه چیکار کنه یعنی دائما صحبت سر این هست که هی بکنید این کارو یعنی که نمی کنه این به خاطر جمعیت کم و اینا نبود نه 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 اصلا همونهاییست که گفتم و بعدا اصلا چیزه به هیچ وجه دیگه اصلا صورت نمی گرفت و بعد به هیچ وجه به طبقات عادی جامعه تسری پیدا نمی کرد در طبقات بالا بودنش موبت ها علال خصوص خب بعد پس نطفه گفتیم که در اونجا حفظ میشه و بعد اون نطفه به زمین ریخته میشود که از این نطفه یک دو تا شاخه یک ستون برمیاد با دو شاخه‌ای که در هم پیچیده است شاخه ریواس ریواس که میدونین چیه الان نه این ریواسایی که الان تو سبزی فروش هست اینقدر کوچولو برگای ریواس های واقعی اگر دیده باشید که بهترینش معمولا مال شرق ایران هست یعنی ولی در آذربایجان هم خیلی هست منتها اونقدر که در این شرق برگ های بسیار بسیار فهم داره و معمولا ذهن اساطیری از اون چیزهای دور بر خودش الهام میگیرد برای اینکه داستان رو بسازه چون همیشه سوال میکنن از من چرا ریواس متوجه از این صحبت خیلی شده به اینکه ریواس برگ‌های بسیار بسیار پهنی داره که شما میتونید اون رو روش تخیلتون رو به کار بیاندازید چون آخه یه ریواس کوچولو کوچولو الان تو سبزی فروشی من هر وقت میبینم ناراحت میشم میگم ریواس ما رو از قداست میندازن و همین 15 شاخه در هم ببینید 15 چی گفتم بهتون گفتم سن آرمانی بلوغ جسمان بله. اینجا دو سه مورد رو روش تاکید دارم بله یعنی این نطفه‌ای که از کیومرس به زمین ریخته خواهد شد زمان خواهد بود 40 سالی طول خواهد کشید تا یک تنهی میاد یا یک ستونی با 15 برگ یعنی هر کدومشون 15 تا برگ داره یعنی دو ساق داره که هر ساقی 15 برگ میخوام تجسم کنی چون یه چیزی میخوام بگم این مطابق با سن نیست که مشیه و مشیانه اش کردید مشیه و مشیانه مشیه مذکره مشیانه مؤنثه در حقیقت آدم و حوا متوجه هستید با اینها با هم در این سن این نخستین زوج آدمی در اون حالت داره چیزی که میخوام بگم دوست اصرار دارم حالا باز ببینید دقیقا توصیفی که می شود در بندهشن من از خودم اصلا نگه میگه این دو شاخ این دو ساخ چنان همسان هم بالا مثل هم و در هم تنیده بودند که تشخیص نمی شد داد کدام نرست و کدام ماده چی در اینجا می بینید شما ها؟ برابری 100% در یه مورد برای اینکه کلن جهان به نر و ماده احتیاج داره هر چیزی و حتی بعضی از درختان شما همتون میدونید حیوان همه چی باید ولی این اصل رو به این صورت پذیرفتند که هر دو همسانند هم بالا هم قد و یکی به خاطر اون یکی آفریده نشده خوب گوش میکنین که آقای آدم دلشون گرفته در بهشت و بعد چون دلش گرفته از دنده او یه دونه چیز آوردن بیرون در نتیجه از او آفریدند که زن یعنی میدونید زن برای مرد آفریده نشده است زن در طبیعت بایست آفریده میشد توجه میکنید چی دارم میگم این خیلی مهمه این موضوع رو شما در نظر بگیرید که
یعنی همسن و هم بالا، چون اصل آفرینش جهانی روی زن و روی مذکر و مؤنث میچرخه دیگه. همه جای دنیا، همه طبیعت یک نر میخواد و یه ماده میخواد. در نتیجه هیچ نوع، یعنی اینایی که من بهتون گفتم خودتون میتونید برید و ببینید که اینا به صورت دوتا در کمرگاه چنان به هم پیوند خوردن که تشخیص این که کدام نر است و کدام ماده امکان پذیر نیست. سعی کردم جمله ها رو دقیقا مطابق بیارم با اون چه که در اصله. اینا به صورت انسان در میان و روان به گونه مینوی در اونها داخل میشه، چون ما روانمون مینویه ولی تنمون گیتیه دیگه. یعنی انسان تنش گیتیه هست و روانش در حقیقت مینویه. و بعد اورمزد میاد و اندیشای اورمزدی رو به اونها تلقیم میکنه. جملاتو عیناً نقد کردم از بندهش که شما تخمه آدم ها هستید، شما نیای جهان هستید، من شما رو بهترین آفریدم، در کامل اندیشی آفریدم، خوب بیندیشید، خوب بگویید، خوب کار کنید، کار نیکو همه اون ستا رو، و دیوان را مستایید. یعنی پس امکان این هست که مثل شما بعضی از شیطان خوششون بیاد، میگه دیوان را مستایید، بهشون سفارش. بله بله، بندهش فصل 14 بند 5 تا 11 صفحه 80 که باها. خب این داره تموم میشه، وقت من چیکار کنم؟ خودم باید برم. خب حالا نیروی بدی هم در کمینه اهلیم. چرا؟ چون ما یادمون نره که ثنویت هست، یعنی اگر خوب هست بد هم هست، اگر اون قدرت داره اینم قدرت داره. اهریمن و هم دستانش میکوشن دینا رو از راه بدن و میان و مشی و مشیان از راه بدر میشن، یعنی گناه اولیه. در تمام ادیان گناه نخستین وجود داره. خب من راجع به گناه نخستین باید مفصل براتون صحبت کنم، یعنی نخستین انسان ها، نخستین زوج ها، آدم و حوا یا جاهای دیگه حتما اینها گناه میکنن، ولی در نوع گناهش باز من براتون حرف دارم که ننوشتم، برای اینکه چیزایی هستن که آدم فقط تو کلاساش میتونه بگه. حالا اینا گناهشون چیه؟ اینا میان اهریمن میگه که نه، من شما را آفریدم، من آفریدگارم. از گناهان کبیره در فرهنگ مزدی اصلا اینه که شما اهریمن را به داداری بستایید. فهمیدید جملم رو؟ یعنی بگید که اهریمن تو هم خالقی، خالق هست، منتها خالق مینوی هست. متوجه حرفم میشید؟ یعنی میتونه دیو و دروج و اینها رو بیافرینه، ولی اینها میگن که، یعنی دین آیین مزدی اثنایی میگه اهریمن آفرینش مادی نداره. پس ولی اون میاد میگه که شما منو به داداری بستایید و در نتیجه آنها اولین دروغ رو به زبان میارند و آفریدگاری را به اهریمن نسبت میدن. و با این ترتیب که بنیاد جهان را به شر نسبت دادند، نخستین گناه نخستین زوج در ایران. یعنی چی؟ یعنی که دروغ میگن، یعنی جاهل میشوند، نادان میشوند. درسته یا نه؟ حرفم میفهمین؟ چون تکیه دارم میکنم روی این حرفم، برای این که حرف دارم براتون. نادان میشم. نادان شدن یعنی این که نمیفهمند. خب از نظر اینها علم این است که آفریدگار فقط اهورامزداست، حالا چه شما بخواید چه نخواید، برها این عقیدش اینه. ولی اونها این رو ضد این حرف میزنن، پس چی میشن؟ پس جاهل میشن. و به دلیل جاهلی گرسنگی، تشنگی بر اونها غالب میشه، سردرگمیشون آغاز میشه. مدت ها از داشتن فرزند محروم میشن تا وقتی که توبه کنند، توبه و وقت و قبول کنند که اشتباه کردند، و وقتی که توبه میکنند اون وقت است که میتونند با هم بیامیزند، یعنی وصلت کنند با هم. چون یکی از بهترین چیزها، چون باید نسل بشر ادامه پیدا کنه، اگر اینها وصلت نکنن، یعنی
زایش نداشته باشن، نسل بشر نابود خواهد شد. پس تا اون موقع به دلیل دروغی که گفتن، به دلیل جهلی که داشتن، اینها از داشتن فرزند محروم میشن. اینجا من یه بحث جالبی دارم که متاسفانه زمان نمیگه، هفته آینده دقیقا وارد این مبحث میشم. ممنون. توضیحش اینه که میاد اهورامزدا میاد میگه شما اهورایی هستید، من به شما کدام فلان و فلان. اهریمن هم میاد در اندیشه اونا وارد میشه، میگه نه من دا دارم. من نه نه وقتی که دروغ نه، خب باور میکنه اینا، شک میکنن یا کامل نه باور میکنند که باور دروغه دیگه، جاهل میشن. من میگم جاهل برای اینکه از این کلمه استفاده خواهم کرد برای بحثی که هفته آینده میخوام براتون بکنم. ممنون. هیچ بوشاست امروز نتونست بر شما غالب بشه. من چی؟ نه گناهشون جهله به نظر من، من اسمشو میذارم جهل، جاهل میشن. چی؟ گوشورم. نه گفتم روان گاوه، گفتم در گاهان وقتی از گوشت تشه صحبت میکنید در حقیقت دنیای مادی. نه میگه که من نمیذارم که حیوانات برند و اینا، برای اینکه اینا آزار میبینن، برای اینکه میمیرن. خب اهورامزدا توجیه میکنه، خب بالاخره که باید بمیره دیگه، هر انسانی باید بمیره، هر موجود زنده باید بمیره. منتها اون میگه که من کاری خواهم کرد که مثلا زردوش نخواهد گذاشت بی خودی اینا رو بکشن، مثلا جوان بکشن، چون کشتن حیوانات هم قانون داره دیگه. میگه اون رو خواهم گفت مراد. نظر نمیزم بیشتر از اونه، چون باید شما یه کسی خواهد آمد زردشتنامی که این راه درست کار کردن رو به اونها خواهد آمد. گاو نماده، نماد حیواناتیست جز انسان.